سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد باز. این بار عزیزان دل قرار بیم سراغ قسمت چهارم بازی فوق العاده جذاب و خفن و دلانگیز بلک میث ووکانگ و قراره عشق کنیم با ادامه ماجرا. مثل همیشه لایک میکنم تیتون نره عشق منید و مرسی که تا به اینجای کار همراهی کردید. جونم مراتون بگی که یه دهکده اون جلوست به اسم دهکده سند گیت، اگه درست یادم باشه دروازه شنی، و مقصدمون اونجاست. بریم ببینیم اونجا چه خبره و اینکه اینجا رو یه نگاهی بندازم شاید شد یه کاری کرد. هیچی نیست. بازی ظاهرا فوتومود هم داره ولی نمیدونم فوتومودش رو چجوری بیارم. اینجا گزینه‌ای نداشت. آها باریکلا به چه حالی کنیم با این فوتومود. عکسای تامنیل رو با این برم بگیرم، خوشگل میشه. نه خوشگل میشه. ببینید هر گوشه از مپ بازی رو نگاه میکنی آثار فرهنگ و تاریخ و اساطیر چینی هستش. مثلا اینجا رو نگاه کنید، یه لاک پشته روشندار، یه قبر، اینا مثلا مجسمه بودای اون تو. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی این بازیه که هویت دارن واقعا جذابه. شخه یه به اینجا که نرست دیگه. وایسید چه خوشگل، چه مجسمه های باحالی داره. خب این در بسته است که ای بابا ما سستن را اومدیم اینجا از دروازه جنگ. صدی چی بود؟ از دروازه جهنم گذشتیم اومدیم اینجا. اون چیه اون تو؟ چقدر زشته. این گرگیش کجاست؟ ای وای یه جوری حرکت کرد فکر کردم زنده شد. گل یشمی معطر پیدا کردیم عزیزان. و از اونجایی که اون مسیر رو نمیتونستیم کارشو بکنیم یه مسیر دیگر رو باید پیدا کنیم عزیزان. احتمالا اون بر باشه دیگه، جای اون آلوچیقم اونجا. بریم اونجا رو یه سر بزنیم. یه چیزی گرفتم، یه کوزهی گرفتم بدون تونیک خوشگل که ماکسیموم استامینای ما رو برای مدت طولانی بیشتر میکنه. اینو بریم بذاریم اینجا، به درد میخوره. خب اونجا میتونیم بریم مثل این که این برم کلن یه مسیر خوشگل داریم. خب آخ آخ مرسی. Thank you.
خوشگل بود. یه دونه به نظر میاد باس اونجا داریم، مجسمه بودا اینجا، دو درخت خوشگل و تنومند اینجا. او نه، اینا باس نیستن، اینا باس نیستن. دو تا سر داره. عجب سگ جونیه. انتحاری زد لب مرگ. شبیه لاک پشته. آها، اینجا یک در داریم. آخ. خاله میتر. وای حواسم نبود. داشتم اینا رو میدیدم میگفتم چرا شبیه بادام زمینی ان اینا. کرمن میبینی؟ بابا از کجا داری میزنی تو؟ اون بالاست؟ یا خدا. خب این توی خبرای هست. بله. این دره رو باز کنیم ببینیم اون چه خبره، بعد بندازیم بریم اون ور. وای نه الان باز فایت نمیخواستم. پسرم صدا تو بلند میشنم و میفهمم چی میگی. چطور من درد تو رو درک نکنم؟ اما قبل از اینکه ارباب اون برگرده به دره، ما باید به خودمون بیایم، تا زنده بمونیم. بچه ها اون روز رفتن آلتر رو ببینن، از همیشه بو گندش و تعفنش بیشتر بود و پر از استخون بود اونجا. نه استخون انسان ها، یا نمیدونم دام، استخون هم نوعانمون. گور پدرمون عوضی، صبر کن تا این ماجرا به گوش ارباب برسه. ساکت احمق. اگه برادر تفلی تو این کار نمی کرد، داشتیم گفت احیا کردن ما نباید راجبش بلند صحبت کنیم، راجب این قضیه باید همه چی در خطا باشه. این بیگه چیه؟ او گوشت تازه خودش آورده دو دستی تقدیم ما کنه واسه نهار. نوشن اینا. او دو تا هم، یکی شاهزاده دومه، یکی هم پادشاهه. بالای پادشاه قاعدتاً دیگه، این نظر نوچه چیزی. اسکل داشت تو انداختی پایین.
خب مانای ما تمومه با این وضعیت، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، هیچی ازش کم نشد. نه خوب کم میشه. وایسا وایسا آی تو چی میگی فس خیلی؟ اینجونش کمتره. بذار اصل کاریر بزن، اینو بزن. اه اه اینجوری زد منو. گریه میکنه؟ چی نخورد بشه رو؟ وای نخوردش، وای نخوردش، وای اگه میخورد خیلی خوب میشه. تو چی میگی بابا؟ سنگ پرد میکنه او سول. وای وا سنگ پر نکن بابا، شیر اپ هدفه واصله دارم باش. مانا اگه خالی نبود راحت میزدمش برای اول. اصل قضیه اون ابیلتیام بود که هیچ کدوم نتونستم بزنم روش، چون مانا نداشتم. فقط همون اول یه دونه رو زدم ته کشید دیگه. این فسقلیه رو میشه اون اول سریع و راحت زدش خب، ولی نمیخوام این کارو بکنم. چرا؟ چون که اون گنده صحبت نمیکرد، دیالوگی خاصی نمیگفت، فقط این کوچیک صحبت میکرد و شاید اگه اونو بکشیم این مثلا یه دیالوگی بگه. این چی بود این بالا؟ این یه دیالوگی بگه با ما صحبت کنه. او این گونده ها بر نگشه. داداش باری کلا نه تو زدی نه ما زدی. موشا نسبت به همه موجودات برتری دارن. بابا درد میکنه. او اینا پدر پسر هم داداش نیستن. آره دیگه اون شاه این شاهزاده است، قاعدتا باید پدر پسر باشن. Yeah.
سنگین زد. سنگای باباش داره میخوره به این. تمام بابرکیالله ای و نیازم او شهر بکشه. خوشتون اومد یا چی؟ اینقدر فیلم های جت لی و جک چان دیدم قشنگ میدونم تو ذهن چینی ها چی میگذره. برار کرد خیلی خوبه کارکتره. چه جوری هست که سرنوشت غیر پسره رو گرفته اما بابای فرار کرده؟ داستان چیه؟ خیلی خوبه این بازی. ای وای یه حسی درونم گفت این کوکی الان زنده میشه. گفتم بابا بی خیال الان اینجا باز کشتیم، اینجا که دیگه قرار نیست از این داستان داشته باشیم. اتما چی شد؟ خب اینجا پل داریم و اینجا مجسمه بوداس. قرار بود اول این قسمت ابیلیتیامو بهتون بگم. خب برای ابیلیتی ها اینو گرفتم که نوشته هر کدوم از تالنت لولامون اون قیمت استامینا برای دویدن رو کم میکنه. بذارید اینم بگیریم. وقتی حرکت دوم کمبو لایت اتکمون به دشمن اصابت کنه فوکس بیشتری به دست میاریم. دیگه اینم که دیدید، اینم که دایره هاشو پر کردم. بعد دیگه اینم گرفتم. الان یه استنس جدیدم داریم که تو تصویر میبینید داره چیکار میکنه دیگه. شارژ میکنه بعد اساسشو پرت میکنه به سمت دشمن، یعنی پرت که نمیکنه، هول میده به جلو با شتاب. بعد دیگه اینم گرفتم که حین اتکای سبک اگه اتک سنگین بزنی با یه دونه فوکس پوینت که مصرف میشه همراهش میتونی یه حرکت خیلی خفن بزنی. همچین ماجرایی داره عزیزان. بعد این برم یه بررسی داشته باشیم. اون وقت فکر کنم یه راه برای ما باز شد یه درسته یا یه راه بود. اول اینجا رو ببینیم. لیکوریش پیدا کردیم. اینا کی هم؟ اون رو بررسی کنیم و برگردیم این ور. چه پرش خوشگلی. پول میدیم برامون شعر میکنه. پول که نه، یه آیتمی بهش میدیم چه میکنه. چونه
یک بگو. خدا است این بازی. بسته دیگه تموم کن شده تو این تشی میگی بریم به کار زندگی برسیم. دمت گرم که اینقدر حرف گوش کنی. احتمالا باز بهش اون چیزه رو بدم یا آهنگ دیگه برام بخونه ولی نمیخوام. بس مخلص آجقا بودا شالا که نماز روزات قبول بشه. این چیکار میکنه؟ دمیج ریداکشن، این پویزن رزیستنس. خب این قطعا بیشتر به درد ما میخوره. این دمیج وارد شده به ما رو کمتر میکنه. استراحت استراحت، هر دفعه استراحت رو یادم میاد. خیلی بده. خب اینجا چیز دیگه این نیست درسته؟ ایوه ایوه، فقط یه دونه معبد داشتیم. آه نه چرا راه داریم به این گنده ای. وای داخل دستم به یکی از این عوضی رسید. پادشاه موش هستیم. یه کار تمومه. رسیدی تقیقت. زندگی در برابر زندگی. اون باید تاوان بده. موهاشو دیدم. موها شاهزاده اول شنهای روان. اون شاهزاده دوم بود. پسرم برادرت مرده. کمکم کن و حالا بابت گذشته تاوان بده. نه تو ناراحت شدی؟ عصبانی شدی از دستم؟ برو اون میمونو شکار کن. من پدرت. پدرشو خورد. پسره مثل این که در گذشته گناهی چیزی کرده بوده و پدرشونو ترد کرده و اینو انداخته دور. شاهزاده اولشو، پسر اولشو، پسر بزرگترشو و پسر دوم، پسر تحتقاری شده، پسر مورد علاقهش. چه پدر استثنا گذاری؟ گوش داشت میکردی؟ جالب شد عزیز. جالب شد. خب من میتونم برگردم بالا اگه نخوام با این بجنگم؟ یه چیه؟ آره میتونم. راه اونور رو یادم نره. راه اونور پل. این چیه؟ شراب کرم بیدار شده. ای از کجا فرار کنم بودم؟ آها
این سراغ شاهزاده. وضعیت خوبه. بابا نرو عقب دیگه. اوه باوری کلا باوری کلا یه تیکه طلا گرفتیم. آرهت گولد پیس یه آیتم کلیدی بود و یه سری اطلاعات هم راجع به بنده خدا گرفتیم. خب الان پادشاه رو که نکشتیم اطلاعاتش اینجا نیومده دیاره. چه بد. راجع به خاندانشون اینجا چیزایی نوشته. بعد اینم شاهزاده اول. خب دومی کو راجع به دومیه چی نوشته؟ دومی خیلی مهم نبوده مثل اینکه. راجع به شاه هم هیچی نوشته. قاعدتا اینجا راجع به شاهزاده دوم و شاه یه چیزایی باید نوشته باشه ولی آره اینا اطلاعات مفیدیه و اینا رو فهم کنم. حالا یه بخشش مستقیم از تو کتاب اومده، یه بخشش هم برمیگره به اساتی رو نوشته های چینی دیگه. و اطلاعات جالبی، داستانه جالبی گفته راجع به این کاراکترها. اینا رو سعی میکنم یه ویدیو ازش بسازم. نمیدونم تو چه فرمتی میتونم ویدیو رو ارائه بدم که جذاب باشه، ولی سعی میکنم یه کاری بکنم براش. و اینکه اسپارک چند تا داریم؟ یه دونه. بیایم اینو اپگرید کنیم. اینه اینم نه. این جونه اون دیکویمون، اون کپی که از خودمون میذاریم اون گوشه رو مثلا بیشتر میکنه. این سرعتمون، سرعت حرکتمون توی کلاب استپ رو بیشتر میکنه. این چیکار میکنه؟ شانس کریتیکال هیت زدن با هر تالنت لول بالا میره و 10 بار سکاپ میشه. عجب، این به نظرم چیز جالبیه. همینو میگیریم. ترانسفورمیشن. آها خب اینم این ستاشو پر کنیم دیگه. پس اسپارک های بعدمون میره واسه ترانسفورمیشن. فقط ما نفهمیدیم ارباب این پادشاهی کی بود. این خودش پادشاه بود، چرا استاد ارباب داشت؟ ثانیه آخر رسید بشه.
اوه یه چیز خوشگل میبینم. خوشگل نیست. اینو احتمالا بکشی میتونیم روحشو از آن خود کنیم، از اون موجودات مخفیه. نه بابا نه، استامینا نداشتم حواسم نه. آره نه آره آره سویفت بات. این خفاش بود؟ خفاش فرز. پس موجوداتی که یه خود قوی هن، مینی باستورن و یه جای مخفی هن، یه جایی که دسترسی بهش خیلی ساده نیست، باید حواس جمع باشی. اینا موجوداتی هن که ما میتونیم روحشون رو بدوزیم، تسخیر کنیم تو این کوزمون و بعدا ازشون استفاده کنیم. این هم از نژاد همون خفاشه است. چه چیزه وحشی یعنی. اوه اوزا خیته، اوزا عزیزان خیلی خیته. صدا باز شدن در یا صدا موزیک چینیه؟ صدا تار چینی بود. آها قرص داشتیم اینجا، بخاطر همین دوتا وحشی سر کلشون پیدا شدی بود. یه قرص دیگه که ماکسیموم استامینا رو بیشتر میکنه. باریکیل باریکیل. میبینید هر گوشه یه اشاره‌ای داره به فرهنگ چینی و اساطیر چینی. چقدر لذت بخشین فضای بازی. بریم این برمیم چه خبره. معبد ببر خیزان. ایوه معبدمون هم جور شد. خب این ورودی معبده. جنازه است اینا؟ حیوون میوون تیکه پاره کرده. اه نونه چیم با ما زوره خونه گاو آهنی رو پیدا کردیم. متریال باشه چیز میز میشه ساخت. متریال با ارزشی هم هست مثل که میبینید. غذای درست حسابی پیشکش نمی کنم به بودا، همش حشره و این چیزاست. نمیدونم همچین چیزی بی احترامی نیست به بودایا که توی بازی غذایی که به بودا پیشکش کردن مثلا حشره و کوفتی هست.
فکر میکردم مثلا خیلی حساس تر باشن رو دینشون، ولی دمشون گرم که اینطوری نیستن. هرچند که فضا توی این کانتکست، این همون ببرس که اومدیم تو معبدش، توی این کانتکست هدف بی احترامی به دین نیست دیگه. اینا خب غذای خودشون مثلا کرم و این چیزا هست، همونو پیشکش میکنن به بودا مثلا. قصد بی احترامی ندارن، این قصد مثلا تیکه انداختن ندارن قاعدتا با این قضیه. خب ما تو اون چپتر اول تو اون فضا فهم کنم یه مدیتیت جا انداختیم، یه مدیتیت دیگه اونجا بود که ما پیداش نکردیم، شاید هم دوتا و حداقل دوتا باس هم پیدا نکرد که این عجیبه، چون همه مسیرها من گشتم دیگه. حالا بعدا سر فرصت میریم سراغش. اگه دوست داشته باشید، اگه همراهی کنید بازی رو 100% کامل میریم تیکه پاره میکنیم، همه جزئیات رو میگردیم. بله بله، ببر کنفو پانداست. خونه فکرم داره آب میخوره. بنت این دفعه چی مطلتون کرده؟ پیشکشتونو بدید و برید موشای بیشتری تولید مثل کنید. گفتم هم اگه با پادشاه چکا کنین، این دفعه خودم یه لقمه چربتون میکنم. بس کجا اومدی؟ بچه پر رو از طرف اون پیرمرده اومدی؟ باهم نیست، یه لقمه چربت میکنم. وحشیه، چه جونی داره بچه، فضای خوشگلی. داره اون بالا میگشتشه. وای وای وای، موجود وحشی میشه. دیدی سنگ شد، مثل همون عبیتی بوکان گذر. بکنم اینو بکشیم اون عبیتی رو به ما بده. گیر کردم. بعد موقع نگهش میدارم، شاید هم سریع در میاد. وای وای، هرچی خوردم پری. تو که سنگ بودی، جون بده جون بده جون بده. یکی دیگه، اخ
وای 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 مردم مردم دیگه تمومه دیگه چی ندارم یه مغز میمون خوراک خوشمزه ایه هرچی هم که تش بمونه میدم پادشاه بخوره همون اول کار زد پاره کردم یای یای برو اوزا خوبه اوزا خوبه اوزا بد شد اوزا بد شد اوزا خیلی بد شد آخ چرا الان چرا الان پیش شرف چرا الان واو وای 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 اوف تمومه تمومه خیلی ضعیفتر از این باس بودم این باسر اینجا نباید میکشم امیدوارم فاز دوم نداشته باشه اگه داشته باشه دیگه باید بریم بله فاز دوم نداشت مخلصه تمومه تمومه خیلی از این باس ضعیفتر بودم شیر خورم سرش بله همون فنر یاد گرفتیم این بدن تو چون میده واسه هنر سفت و سخت شدن خب بدنمونو سفت میکنیم یه مثل سنگ میشه و اینطوری ضربات دشمنان رو پری میکنیم
زدم ببره رو پاره کردم. بالا نمیره؟ اونجا چیزی داریم؟ یه معبد به ما نمیدیم؟ حتی معبد اون پایین بود همین نزدیکه، نیاز نیست. خود اصلی مازی خب یه سنگی به اسم استرنس چی؟ استرنس آف ستون میخواییم که اینجا استفاده کنیم. استرنس آف ستون این اسمش یادم باشه، فکر کنم اون جای قبلی که دیدیم همین شکلی بود اونم از همین سنگا بخواد. احتمالا اون موجرش همینه. این مجسمه هم سر نداره، دقیقا مثل همین موجقه موزیسیانه که سر نداره. سنس آف ستون اینو یادتون باشه، من یادم رفت شما یادتون باشه که پیداش کردیم بیایم اینجا خرجش کنیم این سنگه را. دو تا از این مکان را پیدا کردیم. یه سرعت ناز بزنیم. چقدر چسبیدیم باس فایت، چقدر چسبید. تا الان سخت‌ترین باس بازی بوده و قشنگ مشخص بود که هنوز لول هم براش پایینه. خب ما این ابیلیتی که پیدا کردیم و حالا چجوری استفاده کنیم بذارید ببینم. آه جای این میتونم بذارمش؟ نه اینجا که نمیاد. وایسید فکر کنم باید بریم از تو معبد کارشو بکنیم. حالا بذارید معبد بعدی که رسیدیم کارشو میکنیم. به مسیر فعلا ادامه بدیم. ممنون. شکر آخ 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 این مشکوکه، این مشکوکه. بردار دیگه جون مادرت، استرس دارم. بر دیدید مشخصه انگار یه جورایی از اون زیر گیاه مشخصه. آخه شکست خوردی؟ چه غم انگیز. خب اینجا چیزی نداریم. به مسیر ادامه بدیم. یه مسیر بالا یه مسیر پایین. نه پایین که هیچی نیست، بالا. ای وای به خود یه زشتی داری. خب خدا آخره احبه. قرص مسی پیدا کردیم. کی بودن اینا؟ به به اینم از معبد ما.
خب مسیر اصلی به نظر میاد همین سمت عزیز. اوه اوه یه خوشگلم وسط پل منتظر ماست. خب ما فعلا این مسیر رو ادامه نمیدیم. خب برمیگردیم عقب. یه پلی بود که اون برشو من خواستم چک کنم، چک نکردم. این کاره اونو بکنیم ببینیم این قضیه چی اینجا. تا یه مدت کوتاهی بعد از جون زدن و استفاده از اون کوزمون میتونیم بدون استفاده از مانا راک سالید رو استفاده کنیم، یعنی خودمون رو سنگ کنیم. اون ابیلیتی جدیده این به نظر بهتره، این به نظر بهتره. آره تا این آره. یه استراحت بعدم یه فست راول. فست راول رو میزنیم به همینجا. خوب خوب شخه بذاریدنم یه امتحان بکنم. اینم هم همون سنگر میخواد. آره Sternness of Stone. یه موجود جدید بود اونور ویل داشتیم، اونم برم بردارم. نه از اونجایی که اینا یه خورده قمقمه ما رو پر میکنن بذارید اول با این بند خدا بجنگم. بعد ظاهرا نیازی نبود، قوی نبود بنده خدا. فرایت کلیف. فرایت فکر کنم به معنی وحشت بشه. کلیف هم که میشه صخره. تونل وحشت اینجا. نه 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 ای ای ای. خب وایسا. چه بیادب. جلو بیا. این هم عربتی خفنی بود. چقدر سوراخ سنبه داره اینجا. استراحت رو بزن.
دیدمت دیدمت ثانیه آخر دیدمت. فکر نکن زرنگی. تو رو ندیده بودم، تو رو ندیده بودم، تو خیلی زرنگی، خیلی پدرسوخته. آخ 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 اینجای بیشرف خوابیده. ای سید بی پشمن یه چیز خورد پس کردم، دیدیم دوباره یه چیز خورد پس کردم. نفع جقالی بدم، چشم بودا رو به دست آوردیم. خیلی عجولانه دارم این تیکر میرم، میدونم میدونم، چون میخوام قسمت رو تموم کنم. فقط دارم یه نگاهی به دوربر میدازم میبینم تو قسمت بعدی ماجرا چیه. چجونش کم نمیشه، چون سنگه با آتیش داری میزنیم کارش نمیشه. چهار تا اسپارکس هم داریم. باش 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 خجالت. ای با نشدی؟ کی قراره پاشه پس؟ حالا پاشدی خیلی با بیشرف میشون، خیلی بیشرفه. اوه این روح آبی داره توش، میبینین؟ اینو میتونیم بعدن ازش استفاده کنیم، از همین قوی بیشرف. یو فلایت زد دکو پوزمو. ای بابا از این پشم داد به ما، میگم پشم ابریشم اینم رفت تو کوزه ما. پویزستون مسیر اصلی اون وره. جاله چه خبره؟ باشید 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 خودتون رو لوس نکنید. باشید باشید چرا شکی پا نشد؟
اوه مادر سنگ، مادر سنگ ها کدومه؟ اون مادر سنگ ها تو کی پس؟ نکنه یه موجود بیگناه من دارم میکشمش. گناه داره یک مادر پیر، چرا باید ضربه بزنم؟ یا خدا بچه شما ای وای ای وای ای وای ای وای خیلی هم بیازار نیستیم بند خود بچه هاش دارم رو پاره میکنه. اون نخورد، اون که نخورد دیگه بدبختم. اون اگه میخورد یه کارایی میشد کرد، الان دیگه هیچ کاری نمیشه. این خوشگلی یه همه بچه هاش در اومدن دیگه. نه یه بچه دیگه هم زاره. اوه دوتا دیگه اه گرخیدم با لعنتی فاصله زیاد گرفتیم ازش. از اول اومد عزیزم، لحظمون خرابه، من اینو چطور کنم؟ کسی بلند نشد؟ نه ای وای بابا چرا اینجوری میشه؟ اه بمیر دیگه. خوب اینا ابریشم دارن به ما میدن مثل این که مشکی بیدار نشد؟ نه که بیدار نشد؟ نه چرشی بیدار نمیشه؟ یه همشون رو کشتم دیگه ها؟ خاطر همینه پس خیلی راحت بزنیمش. ستون اسنس بساره یه سنگ داد به ما. شارژ دستم داره تموم میشه.
و این یکی از رؤسای قبایل این اطراف بود عزیزم. بنده خدا روحش شاد، مادر پاک سرشت، چشه بودا، چشامون شد دوتا. یکی هم داشت دیالوگ میگفت. خب برگردیم به معبد و این قسمت رو تموم کنیم عزیزان. این راهه؟ نه. این قسمت کارای زیادی کردیم، قسمت مفصل و مفیدی بود. ایوان اینجا چه خبره؟ به نظر باسی چیزی داریم ها؟ اینجا به نظر باز فایته. بریم دیگه، بریم. یه جور انقدر سوراخ سمه داره هی میری وسوسه میشه ادامه بدی. انقدر هم که بازی خفن و لذت بخشه که بابا بی خیال تو الان کشتم دیگه، تو چرا ظاهر میشی؟ اینجا یه معبد داشتیم الان نداشتیم؟ این چیه؟ آها معبد اونجاست. یا خدا خستمش. چی میگی دیگه؟ ای وای منو نکشی، منو نکشی. غیب شد؟ نفهمیدم آخر داستان این چیه. وای 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 وای. خب دیگه یه کنجکاوی بسته، وقتشه که قسمت رو تموم کنیم عزیزو. خیلی چسبید این قسمت، خیلی چسبید. دمتون گرم که همراهی کردید. لایک و کامنتتون رو عشق منید. بوس به یکایکتون. مخلصم. تا یه ویدیوی دیگه، یه قسمت دیگه. خدا حافظ.